درود بر شما، شما ایران دوستان عزیز، فرزندان حضرت زرتوش و سربازان حضرت کوروش و حضرت مهدی که به زودی جهان رو مطمئن باشد دگرگون خواهی کرد. ترامپ عقب مونده، دیروز پیروز گفته که ما یه پهپاد ایرانی رو زدیم. بنده خدا میخواست یه جوری اون فضاحتی که ایجاد کرد، اون بیابرویی که واسه آمریکا ایجاد شد، میخواستن جبران کنن با این دروغ پرکانی. حالا گفته میشه اون پهپاد مال امارات بوده. من حتی میگم به فرض اینکه اون پهپاد ایرانی بوده، از این پهپادهای 200 دلاری ایران زیاد داره، روز 100 تا دارن خلیج فارس پرواز میکنن و در واقع اینا بادبادک های بچه سپاه هستند. اون 2,200,000 دلار بود، حالا نمیدونم چند برابر قیمت یک پهپاد 200 دلاری میشه، 11,000 برابر یا بیشتر. اون رو مثلا به فرض اگه زده باشن که نزدن، چون که سپاه علاوه بر این که تکذیب کرد، فیلمش هم امروز گذاشت که روی این عرشه این کشتی گرفته شده و اونا باید بند خدا به خودشون رویه بدن دیگه. یه جورایی این غربی ها مثل کسی هستند که در جنگ باختن، شکست ها از سوریه به بعد پشت سر هم دارن شکست میخورن و روز به روز هم اون هیمنه کشورهای غربی داره میشکنه. این احمقا نمیدونن که عملا دارن با تکون دادن این چوبای ریز درون آتیش یا آتیش بزرگ بپا میکنن. اینا دارن غول ایران رو بیدار میکنن. ایران یه غول خفته است الان. اگه یک کاری بکنن این غول خفته بیدار بشه، بر کل دنیا سایه میافکنه. بعد اون موقع هم دیگه اکثرشون به گوه خوردن میافتن و پشیمون میشن. و حس من هست این ایران ایران نیست. این در واقع یه حرکت بزرگتری پشت ایران هست و به زودی جبهه‌گیری ها در دنیا عوض خواهد شد به صورت جریان نبرد ظهور و ضد ظهور، یعنی جریان های ضد ظهور بر نیروی ظهور. حالا من نمیگم امام مهدی ظهور میکنه یا اصلا امام مهدی وجود داره یا نداره، آنچه اتفاق داره میافته شبیه آنچه که سر قضیه سفیانی اتفاق افتاد و داعش عربستان بود و این تعابیر، به زودی اتفاقی خواهد افتاد که ما از او به عنوان جریان ظهور یاد خواهیم کرد و اون غول ایرانه، غول ایران با نیروی مهدویت و به طور که کل دنیا با این اسم میشناسن، اینو با اسم جریان ظهور مهدویت. و این احمقا خودشون داره این کار میکنن، داره این غول خفته رو بیدار میکنن و بالهای سیمرغ ایران بر کل دنیا سایه خواهد افکن و کل دنیا از این به بعد حرف و ذکرش دائم هر روز ایران خواهد بود. و نفکشم که یه چند ساعت پیش به نام استنا ایمپرو اونو به سمت سواحل ایران آوردن، مال انگلیسی ها، و شنیدم که یکی دیگه هم دارن میارن، ادامه خواهد یافت. این تا زمانی که اونا نفکش ایران رو آزاد نکنن. شنیدم که امروز 3 روز دیگه باز تمدید کردن توقیف کشتی ایرانی رو. به شما قول میدم انگلیس به گوه خوردن میافته، انگلیس، آمریکا و همشون به گوه خوردن میافتن، به دست پای ایران میافتن. تازه این اولشه، هنوز مونده و بیشتر از این باید اینها بکشن. به قول رهبری گرامی و عزیز گفت این انقلاب ایران عجب چیزی است و حالا برای این مستکبرین دنیا درد سرها دارد. این تعبیر بود که ایشون این جمله رو گفت و حقیقتا هم همینطور است. سپاسگزار و بدرود.